در اواخر تابستان 1848 بیماری نقرس بر شاه غلبه کرد. شایعات در مورد مرگ غریب الوقوع او ناامنی را در سراسر کشور تشدید کرد. شاه در قصر محمدیه در نزدیکی تهران در 40 سالگی درگذشت و در قم نزدیک حرم فاطمه معصومه به خاک سپرده شد. پسرش ناصرالدین شاه جانشین او گردید. در مقایسه با ظاهر فتحعلی شاه، لباس نیمه اروپایی و ریش کوتاه محمد شاه به وضوح نشان دهنده تغییر در چهره سلطنتی قاجار بود. او را به عنوان لایق‌ترین نوادگان فتحعلی شاه به ویژه از نظر خصوصیات اخلاقی توصیف می‌کند که برخی از دانش‌های اروپایی را آموزش دیده بود و دربار و حرمسرای ساده و تنها سه همسر داشت. همچنین از توانایی او در علوم ریاضی و کمال او در نوشتن نستعلیق نیز یاد می‌کند.